پریشون نیست. آره میدونی این کار خوب نیست، یه مسئله هست که باید روش فکر کنیم. حالا فکر میکنی میره به مامانش چی میگه؟ زمنان اینطوری تو خیابون فرود میای؟ نه وقتی من اومدم خیابون همینجوری بود. خونه من اینجاست، من میدونم وضع خیابون چطوری بوده. تو باید یاد بگیری چجوری با مردم روبرو بشی. خب تا حالا هرچی بوده دیگه گذشته. خانومت کجاست؟ مری آرون رو برد فوتبال بازی کنه. هنکاک از یوتیوب چند تا فیلمتو ضبط کردن. جالبه بگم خیلی زیاده و اصلا خوب نیست، اما به درد میخوره. این چیه؟ این طرح من برای تغییر دنیاست. متاسفانه چندان خوب پیش نمیره. بیا برسیم به کارتون. اینا رو سایت یوتیوب بود. خب همه آدم های عجیب و دوست دارم، میفهمم، اما این فایده نداره آقا. برین کنار ببینم، کنار ماما اونا بچن. منو نشون نده. تا حالا جای آتیش خاموش کردی ره؟ نه کار من روابط عمومیه. آتیش گرفته بودم. خیلی خب این چی؟ این والتر رنگ خاکستریه، همه یادشونه که چطور تو ساحل گیر کرده بود. بعد هنکاک وارد میشه. هنکاک من اینو یادم نمیاد. صلح سبز یادشه، والتر هم یادشه. البته بعد از یه مدت تمام این چیزا از یاد میره. اما تشخیص اصلی من از مشکل اصلی تو اینه که میخوای بشنوی؟ نه. پس حیوونی. میدونم، منتها من هرچی بخوام صدات میکنم. حیوان بودن اشکالی نداره، ولی باعث عقب موندگیه، جنایت نیست. اما تو عوضی هستی، قبول نداری؟ خیلی خب این چی؟ من یه فکرایی کردم، در واقع مربوط میشه به اینکه تو خودتو چطوری معرفی بکنی. دارم جدی بهت میگم، الان وسط روزه. خب چی به یادت میاد وقتی اینو میبینی؟ دروغ. این چی؟ دروغ قرمز. این؟ دروغ نروژی. اینو خوب گفتی. از این کتابا بگذاریم و بریم برسیم به یه موضوع عمیق‌تر. به نظر من تو در عمق وجودت بدی میکنی به خاطر اینکه تنهایی. به نظرم در عمق وجودت دنبال تایید مردمی. اینو ولش کن، تو مردم رو نجات میدی ولی اونا تو رو پس میزنن، پس تو هم اونا رو پس میزنی. بله مشکل اینه، ولی باید این چرخه رو تغییرش داد و دوباره شروع کرد از نو. خب این بی‌نظیره. اگه بتونی این قدرت رو تبدیل کنی به قدرت اراده، اون وقت تو میتونی. سلام هنکاک، ما تقریبا بردیم. خب باید نهار درست کنم، برو لباس تو عوض کن. باشه ماما، من گشنمی. اخبار میدیدی؟ نه داشتیم رو اعمال هنکاک کار میکردیم. رویارویی با اجتماع. رویارویی با اجتماع. خوب گفتی. این قانون آقای هنکاک و شما ارجحیتی نداریم. خلاف، تخریب اموال، چیزی حدود 10 میلیون دلار دزدی و حالا هم این. از دیدگاه من تو یه مرد بسیار خودخواه و خودشیفته هستی، با عضلات کلفت، اما بدون حس احترام برای کسی جز خودت. آقای هنکاک، بذار یادآوری کنم، تو بالاتر از قانون نیستی. تا به حال از مراجعه برای 600 احضاریه و شکایت خودداری کردی. هر کسی بود به زور دستگیر می شد، اما نه، تو نه، تو ممکنه سوپر قهرمان باشی، اما خوب گوش کن، تو هرگز در اندازه قانون اساسی کشور قدرت نداری. به خودت بیا رفیق، دیگه تحمل نداریم. خوب شد، حالا درست شد. این چیزیه که ما می خواهیم. این عالیه. الان یه دادستان تو فکره که بیاد اینجا و تو رو بندازه زندان. بذار بیاد. من بهت میگم برو. مردم قدر تو رو نمیتونن. باید کاری بکنیم که دلشون برات تنگ بشه. مردم تو رو دوست ندارن هنکاک. من دوستش دارم. 2 هفته فهمیدی؟ مردم واسه سر و دست میشکنن و اون وقت ما وارد کار میشیم. و تازه حتی اگه من اشتباه بکنم خودت میتونی از اونجا پرواز کنی بری بیرون. چی رو از دست میدی؟